سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال روزانه‌تون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما سروران هستم. ببینیم چه خبر است در کارت ها. عزیزان، من اولین کارتی رو که برای شما میکشم کارت های هیجانی هست. اوپ اوپ اوپ، یک کارت هیجانی در اومد، حرف از بیتفاوتی میزنه. خب بیتفاوتم خیلی خوبه دوستان. کسی اگه به این مرحله برسه واقعا من سر تعظیم جلوش میارم. خب ببینیم کارت بعدی رو. خب کارت بعدی عزیزان دل، حرف از بیتفاوت نسبت به حالا یا شخصی که دوستان عزیز تحت تاثیرتون داره قرار میده، یا مسئله‌ای که شاید در موردش ترس دارم. حالا دیگه نمیترسم، دیگه این خیالم نیست، هرچه بادا باد، دیگه آب که از سر گذشت به قول معروف چه یک وجب باشه چه صد وجب فرق نمیکنه. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. کارت بعدی حرف از دو آب میزنه دوستان، حرف از هماهنگی میزنه، حرف از مسائل بسیار زیبا میزنه اینجا، و اینجا حرف از قدرت میزنه. من احساس میکنم یک سریاتون عزیزان دل الان دیگه از حتی ببینید نسبت به شخصی که شاید خیلی هم بهش نسبت بهش حساس بودین در ارتباط با مسائل احساسی، از این مسائل هم دیگه در اومدین و دیگه این خیالم نیستش و این گونه هستش که هماهنگی رو دارین دوستان. اوکی، حالا بریم ببینیم که برای سری ها هم کاملا میتونه برعکسش باشه. برای یک سری ها عزیزان دل در ارتباط با شخصی که نسبت به شما بی تفاوت هستش، ممکن هستش که یک شما تحت تاثیر اون هستین، شما دارین دنبالش میدونین و اینکه دوست دارین که هر جور شده که یک رابطه گل و بلبلی برای شما اینجا به وجود بیاد. خب من از کارت های بعدی استفاده میکنم، ببینیم با هم دیگه کارت های بعد بهتون چه چیزی رو خواهند گفت در ارتباط با تمام این چیزایی که من بهتون گفتم. خب کارت بعدی دوستان حرف از خبر میاد، حرف از نامه داره میزنه، نامه خبری که حال شما رو خوب میکنه، بسیار عالی، پیامی که به دستتون میرسه و اینکه حالا برای یه سری ها ممکن است شما منتظر یک قرارداد، یک مسئله هستین که بهتون خبر میرسه که جوش خورده، بالاخره یک مسئله داره درست میشه. برای یه سری دیگه ممکنه در ارتباط با شخصی که نسبت بهش احساس دارین هر چیزی که هست، مسائل بسیار خوبی دارم میبینم برای شما در راه هستن. و ببینیم کارت های دیگر رو. من از کارت های سیمبولون استفاده می کنم، ببینیم سیمبولون عزیز چی بهتون میگه. خب یک سریاتون دیگه واقعا دوستان خیلی هم مثل اونه که مسئله بوده که براش خیلی هم زحمت کشیدین و اینکه امیدتون رو از دست داده بودین و فهم میکردین که آهن سرد کوبیدن هستش. من برای یک سری از شما دوستان عزیز این روزها لطفاً هر خبری که به دستتون میرسه، پیامکی، هر چیزی که به دستتون میرسه دوستان عزیز بهش که نمیشناسین خیلی اعتماد نکنین. این حرفو من مجبورم بزنم. به خاطر که چی؟ به خاطر اینکه این پشت کارت ها هر موقع که این کارت میفته من به شما میگم که مواظب کلاهبردارا باشین. مجبورم این حرفو بهتون بزنم. مثل یک کارتی هست توی اون تاروت پیشیشی که میبینم بهتون میگم مواظب دست و پاتون باشین که نیفتین زمین بلایی سرتون در بیاد. خب ببینیم که کارت های دیگه بهتون چی میگن. خب کارت بعدی حرف از لحظه حال رو زندگی کن. اوکی دوستان، برقراری تعادل. به هر حال انتخابی رو خواهید کرد، کاری خواهد شد که به نفع شما خواهد شد با این کارتی که این وسط من دارم میبینم. دوستان عزیز، یک سری از شما این روزایی که میاد ممکن هستش که سرتونم خیلی شلوغ باشه. و اما ببینیم که کارت های بعدی بهتون چه چیزی رو میگویند در ارتباط با تمام این چیزایی که ما گفتیم. انرژی های شما در اونها چه خبر است؟
انرژی اصلی شما. انرژی اصلی شما حرف از جفت روحی میزنه دوستان، مثل این نمونه که ببینید دقیقا مثل همچون کارتی هستش. خب برای من جفت روحی، حالا یا این که واقعا انرژی شما این هستش که با افرادی باشین که هم ارتعاش خودتون باشن و هم انرژی خودتون باشن، دوستانی دور و برتون هستش که حالتون باهاشون خوب میشه و همچنین برقراری این یک هماهنگی درست حسابی در زندگیتون. در ارتباط با مسئله ای که انرژی مثبتی که به سمت شما داره میاد، انرژی این هستش که دوستان عزیز احساس خوبی کردن در چارچوب زندگی خودتون و ده همچنین در تن خودم، در فیزیک خودم، هم در با روح خودم حس و حال خوبی رو دارم. و اینکه انرژی چالش شما این هستش که حالا شاید دو حالت داره دوستان، یا اینکه یک سری یا یک علامت سوال بزرگی براتون در مورد یک مسئله هست و خیلی دارین کند و کاوش میکنین در ارتباط با این مسئله، پس این کار داره به شما این هشدار میده، میگه بس اینقدر دیگه کند و کاوش نکنین. یک سری دیگه از دوستان هستن که ممکن هستش که از روی مسائل سرسری دارین میگذرین. اینجا ببینین کجای کار هستین، شما اون فضوله اون کنجکاوه هستین یا اینکه اون بیخیاله بیتفاوت هستین. خب و توصیه کارت ها این هستش که حرف از قدرت ماورای طبیعی میزنه که میگه که به خدا ایمان داشته باشین. حالا خدا، کائنات، هر کسی یک ایمانی داره یک جای دوستان، و این شما رو دعوت به این مسئله میکنه. خب با هم دیگه ببینیم چه خبر است در کارت های دیگه در ارتباط با مسائل در ارتباط با تاروت. اینجا چرا دو تا کارت ها اینجا افتادن؟ اپ بزنمشون اینجا، چسبیدم به اون دسته کارت و اومدم خودشون رو دعوت کردم، مهمان کردم. ببینیم که تاروت در ارتباط با انرژی های شما، در ارتباط با انرژی های احساسی، کاری، مالی چی بهتون میگه در ابعاد مختلف زندگیتون. در ارتباط با زندگی احساسی شما چه خبر است دوستان؟ در ارتباط با زندگی احساسیتون حرف از، حالا ممکنه یه سری ها در یک سکوت هستین دوستان و این سکوت شما رو یه مقدار متزلزل میکنه و نمیدونین چه کار کنین در مقابل زندگی احساسیتون. بله ببین دوستان، یک سریاتون واقعا زندگی احساسیتون در یک سکوت هستش. احساس میکنم اینجا زخم روی تر شدن هستش. یک سری شما احس خوبی ندارین و این مسئله شما رو متزلزل داره میکنه. اوکی ببینیم که برای اگر انرژی ها رو به صورت معکوس بخونم، اگر در ارتباط با شخص مقابل شما بخوام بخونم، شخصی هستش که دوستان نمیدونید با شما چه کار کنه و داره فکر میکنه در ارتباط با داستانش با شما چه کار کنه. در ارتباط با مسائل کاری شما عزیزان دل، ببینیم چی بهتون میگیم در ارتباط با مسائل کاری. یه چهار اینجا افتاده، یک ملکی افتاده و اینجا کار افتاده. کار میکنین دوستان، ولی اینکه کارش برای یک سری ها ممکن استش که الان دیگه کار شما شاید یک نواخ شده و آنچنان به شما اون رضایت خاطری که قبل داشتین نمیده، ولی با این همه این احوال در کارتون مسئولیت پذیر هستین، قدرتمند هستین و تلاش هم میکنین. خب ببینیم جدی میگیرین کارتون رو. خب در ارتباط با مسائل مادی دارم یک شروع میبینم، یه حس حال خوب دارین، کار میکنین در ارتباط با مسائل مادیتون و اینکه حرکت زیاد میبینم. برای یک سری ها ممکن هستش که مسئله مالی که شما مجبور هستین برای اون جا به جایی هایی رو انجام بدین از نظر جغرافیایی، ولی حرف ها دارم میبینم، پیام ها همجور که بالا دیدیم دارم میبینم به سمتتون داره میاد که مسائل مالیتون رو به هر حال اینجا دارم میبینم کسی هستش که خواب و رویای زیادی دارین، روی زندگی مالی خودتون دارین کار میکنین و نمیخواین اشتباه کنه و اگر میخواین بهترین انتخابات رو انجام بدین که زندگی مالیتون پیشرفت کنه و جلو بره. خب دوستان ببینیم با هم در ارتباط با کارت های دیگه، در ارتباط با من از دو تا کارت از باز هم برای زندگی احساسی شما میریزم، ببینیم با هم دیگه کارت های احساسی به شما چی میگن دوستان. یک کارت و دو تا کارت. خب حرف از فرشتگان مقرب میزنه و اینکه خودتون بودن. ببین فرشتگان مقرب عزیزان دل دارن به شما رو دعوت، در کنار شما هستن
و شما رو دعوت میکنن به اینکه ببینین بپذیرین هر چیزی رو که داره به سمتتون میاد. پذیرش یک مسئله همیشه مهم هستش. همیشه دوستان عزیز زمانی ما مشکلاتمون شروع میشه که واقعیتی رو نپذیریم. خب من واقعیت از دست دادن عزیزی رو نمیپذیرم. واقعیت این که مثلا مشکلاتی که در زندگیم هست علت واقعی چه چیزی هستش رو نمیپذیرم. برای همین هستش که برای خود یه وقتایی هست که خودمون حال خودمون رو بد میکنیم چون نمیپذیرم که این اتفاق برای من افتاده. و ما ببینیم که شما دوست عزیز گل بلبل من یین مقدس، ببینیم که در چه انرژی هایی هستیم. چه خبر؟ کارت اول میگه که من هر لحظه هر زمان از تو نشانه ای دارم و اینکه من میدونم که در راهی که اصلا راه خوبی هست. میگه من به خودم به لطف تو اعتماد دارم و به خودم اعتماد دارم و میدرخشم و من کاملا محافظت شده هستم. و چه به به، آفرین. هم حس ششم دارین، همین که به خودتون میرسین، هم اعتماد به نفس دارین و واقعا زیبا و عالی و من خیلی خوشحالم. من همیشه وقتی که کارتای خوب برای یین میفته کلی ذوق میکنم. و اما بریم ببینیم عزیزان در ارتباط با یانگ موتوری یا شطوری، ببینیم امروز موتوری یا امروز شطوری دوستان. او بابا امروز خیلی موتوریه. خب میگه که من احتیاج دارم که به ثبات خودم فکر کنم. عشق بعد از اون شد نشدم، حتما حکمتی در اون هست حتما. بعد خوشحال میگه که من روز خوبی رو به لطف تو گذروندم. اوکی، من به خدا ایمان دارم و این ملاقات ما نوشته شده. ببین عزیز دل، ببین روی یک چاقوی دو لبه هستش. ببین اینجا در درون خودش اعتقاداتی در شهر وجود داره. خب شد بسیار عالی و خوب میریم کلاس پنجم، نشد بدرک میایم کلاس چهارم. حکایت این مثل مشتی باقر رو به قول معروف عین الله هستش. ببین دوستان، یعنی که هم جلوی دیگران نشون میده که من آدمی هستم که منطقی و فلان و اینجورم، در درون خودش یه جور دیگه است. حتما یک سری از شما یه نشانه هایی دادین از خودتون که این کلی داره اینجا واسه خودش کیف میکنه. و یا یعنی که به حال به یاد یک سری پیام ها و یک سری چیزها رو نگاه کرده و اینکه حالا حالش اینجا داره بر اینجا کیف میکنه و بلبل میزنه براتون. خب و ما ببینیم که نیت شما دوستان، نیت کنین تا من یک کارت براتون بکشم لطفا. نیتتون همیشه یکی نباشه، ازتون خواهش میکنم. جواب شما هرچی هست بله هست دوستان، هرچی هست جواب شما بله هست. بسیار خوب، من دیگه کارت توصیه براش نمیکشم. و اما ببینیم با هم پیام فرشتگان مقرب برای شما چه چیزی هست دوستان عزیز. خب میگن که فراوانی را جشن بگیر. خب چه چیزی میگی وقتی که کی بهت گفت که تو شایستگی فراوانی را نداری؟ تو حق داری مثل که سهم خودت رو داشته باشی. تو به این دنیا نیومدی که تنها بدبختی و مشکلات رو تجربه کنی. فراوانی برای تو هست و تو و من میتونم کمکت کنم که اونو به دست بیاری، اما تو باید کمکم کنی که اون رو در زندگی خودت جذب کنی با افکار مثبت، با داشتن افکار مثبت و انجام دادن کارهای خوب. و ببینیم عزیزان از دست رفتمون دوستان چه خبر. مهم نیست زمان، اینجا زمان وجود نداره، بنابراین مهم نیست ساعت، روز، ماه و حتی سال. مهم نیست چند وقت هستش که من این زندگی دنیوی رو ترک کردم. تو میتونی با من صحبت کنی و تو مزاحم من نیستی و
مانعی برای پیشرفت من هم نیستی. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیز، این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار.